با سلام به شما بینندگان عزیز به بخش خبر تلویزیون ایران فردا خوش آمدید. رئیس جمهور ایران معتقد است برای مقابله با گروه تروریستی دولت اسلامی باید اعتلافی منطقه‌ای تشکیل شود. او چنین اعتلافی را مؤثرتر از اعتلاف جهانی به رهبری آمریکا دانست و پیشنهادهایی برای مبارزه فوری با تروریسم مطرح کرد. همزمان جان کری وزیر امور خارجه آمریکا از کنگره خواست تا دست رئیس جمهور را در مبارزه با دولت اسلامی باز بگذارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سهشنبه 18 آذر در همایش جهان علیه خشونت و افراطگری پیشنهادهایی برای مقابله با تروریسم از جمله شبکه دولت اسلامی مطرح کرد آقای روحانی از کشورهای منطقه خواست با همفکری و هماهنگی و ایجاد اعتلاف خاور میانه را به سوی صلح و امنیت سوق دهند آقای روحانی افزود طبیعی است که دولت‌های این منطقه به مراتب علاق منتر و دلسوزتر در پی آرامش و مبارزه با خشونت هستند و هیچ ضرورتی دیده نمی‌شود که بازیگران فرامنطقه‌ای که منافع خاص خود را دنبال می‌کنند سرنوشت مردم این منطقه را رقم بزنند آقای روحانی همچنین تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران در دولت تدبیر و امید بر مسئولیت خود بر ثبات آرامش و مبارزه با خشونت تاکید کرده است و در عموم مجامع منطقی و بین المللی خواستار همکاری دولت ها برای ریشهکن کردن خشونت ها شده است. در همایش جهان علیه خشونت که با حضور وزرای خارجه عراق و سوریه برگزار شد، رئیس جمهوری ایران پیشنهادهایی برای مبارزه فوری با تروریسم در جهان ارائه کرد. نخستین پیشنهاد حسن روحانی اعلام برایت کشورهایی بود که به گفته او با سازماندهی و تأمین مالی به شکل گرفتن تروریسم کمک کردند. او از این کشورها خواست کمکهای مالی مستقیم و غیر مستقیم خود به تروریستها را قطع کنند و با کمکهای مالی اطلاعاتی و نظامی به کشورهای قربانی از جمله سوریه و عراق کمک کنند. این سخنان در حالی است که جمهوری اسلامی ایران همچنان از حکومت بشار اسد در سوریه حمایت میکند رژیمی که از سال 2011 میلادی سرکوب خونبار قیام مردم سوریه را ادامه داده است در حالی که ایران از معدود حامیان حکومت بشار اسد در جهان و خاور میانه به شمار میرود قدرت های منطقی مانند ترکیه، قطر و عربستان سعودی از مخالفان بشار اسد حمایت می قطر از جمله حامیان مالی مخالفان بشار اسد به شمار می رود. در مقابل ایران به حکومت بشار اسد مشاوره نظامی می دهد. نیروهای سپاه پاسداران همچنین در عراق حضور دارند. ترکیه و عربستان خواستار توقف حمایت جمهوری اسلامی از بشار اسد و همکاری با کشورهای منطقه برای مقابله با دولت اسلامی شدند. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان پیشتر تاکید کرده بود تهران سرانجام باید بپذیرد دولت اسلامی یا گروه های تروریستی نظیر آن نه تنها خطری برای کشورهای سنی مسلک بلکه در نهایت تهدیدی برای ایران هم محسوب می شوند. سخنان رئیس جمهوری ایران در حالی است که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا همزمان از کنگره درخواست کرده در نبرد مهمی که با تروریست های دولت اسلامی در جریان است مجوزهای لازم برای بهرهگیری از نیروی نظامی علیه آنها را در هر جای دنیا برای دست کم سه سال صادر کند وی از کنگره خواسته که برای اعزام نیروهای نظامی که ممکن است در صورت نیاز در میدانهای نبرد با تروریست های دولت اسلامی مستقر شوند محدودیتی قائل نشوند او در توضیح مطالبات دولت آمریکا از کنگره گفت به اعتقاد ما این اشتباه است که این پیام را برای دولت اسلامی بفرستیم که مکانهای امنی برای آنها در نقاط خارج از عراق و سوریه میتواند وجود داشته باشد خلاصه کلام جانکری این است که کنگره نباید به صورت پیشگیرانه دست فرمانده کل قوا را در چنین میدان نبرد پر اهمیتی ببندد سکاندار سیاست خارجی آمریکا بار دیگر تاکید کرد رئیس جمهور اوباما تا کنون بارها با قاطعیت و شفافیت اعلام کرده که بهرهگیری از نیروی نظامی اجرای عملیات زمینی علیه دولت اسلامی را در بر نخواهد گرفت و تحقق این امر مهم بر عهده نیروهای محلی خواهد بود آقای کری همچنین هشدار داد اگرچه ائتلاف تحت رهبری آمریکا آسیب‌های جدی به دولت اسلامی وارد کرده، اجرای 1050 حمله هوایی در عراق و سوریه برای نابودی شبکه شبه نظامیان می‌تواند سال‌ها به طول انجامد. او گفت دولت از طرح پیشنهادی سناتور رابرت منندز برای اعطای توانایی های لازم به دولت برای جنگ به مدت سه سال استقبال می کند تا از این طریق مجوز صادر شده برای دولت اوباما نامحدود هم نباشد. همزمان با روز جهانی حقوق بشر نسرین ستوده که صبح امروز در راه پیوستن به تجمع در مقابل کانون وکلا به این مناسبت بود دستگیر و چند ساعت پس از انتقال به یکی از مراکز وزارت اطلاعات آزاد شد رضا خندان با اعلام این خبر گفته اقدام این افراد شبیه به آدم ربایی بود نسرین ستوده وکیل دادگستری از 29 مهر 21 اکتبر سال جاری در اعتراض به حکم دادگاه انتظامی وکلا مبنی بر محرومیت سه سالش از وکالت در برابر کانون وکلای دادگستری مرکز در تهران دست به تحسن زده بود وی همچنین به مواردی نظیر تلاش برای محو کامل استقلال قانون وکلا و نادیده گرفتن حق دیگراندیشان در انتخاب وکیل اعتراض داشت. نسترن نعیمی همسر سهید عربی در ای که به نظر می رسد به دستور مأموران امنیتی تهیه شده به بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد از وی خواسته تا به نامه های حمایت ادهی به گفته وی فرصت طلب از همسرش بی باشد. وی در این نامه می نویسد فرصت طلبان همچنان به سوء استفاده از محکومیت همسرم ادامه می دهند که تازه ترین نمونه آن نامه فردی خطاب به است و اینان که خود سمبل نقض حقوق بشرند و به نام دفاع از حقوق بشر نام پراکنی می کنند نه نمایندگی از ما و مردم ایران دارند نه وجاهتی در مردم دارند سویل عربی سی ساله متعهل و دارای یک دختر پنج سال است وی که در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مطالبی انتقادی گاه با نگاه تنز منتشر می کرد، سال گذشته دستگیر و زندانی و به اعدام محکوم شده است فعالان حقوق بشر میگویند سال 2014 به خاطر شمار زیاد اعدام در تاریخ ایران ثبت خواهد شد محمود امیری مقدم میگوید تعداد نوجوانان بزهکاری که در سال 2014 اعدام شدند 13 نفر بود که بالاترین میزان اعدام در این زمینه در سالهای اخیر بوده است به گفته او این آمار نشان دهنده نقض معاهده است که ایران هم آن را امضا کرده است و افزود با روی کار حسن روحانی به عنوان رئیس دولت یازدهم انتظار میرفت که وضعیت حقوق بشر در ایران در سال 2014 بهبود یابد بر اساس آماری که در آخرین هفته های سال جاری از سوی نهادهای حقوق بشر منتشر شد 1097 نفر پس از 11 همین انتخابات ریاست جمهوری ایران اعدام شدند پنج فعال سیاسی و اجتماعی در بند بیانیه‌ای به مناسبت دهم ده دسامبر 66مین سالگرد تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر منتشر کردند. روز ده دسامبر مصادف است با روز جهانی حقوق بشر. اعلامیه جهانی حقوق بشر در روز دهم ده دسامبر سال 1948 در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. عبدالفتاح سلطانی، سعید مدنی، مهدی خدایی کیوان سمیمی و سعید رضوی فقیه از فعالان حقوق بشر و کنشگران سیاسی دربند بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی حقوق بشر منتشر کردند. این فعالان اجتماعی نوشتند متاسفانه به دلیل ساختار قدرت در جمهوری اسلامی و تمرکز بخش اعظم قدرت به گونه‌ای این نامتوازن در نهادهای غیر انتخابی و غیر پاسخگو همچنان روند رو به گسترش نقض حقوق بشر به نحوی است که چندان نمیتوان به ثبات همین دستاوردهای اندک امیدوار بود در این بیانیه از نقض ضوابط دادرسی عادلانه افزایش آمار صدور و اجرای احکام ناعادلانه و سنگین از جمله اعدام عدم اجرای بخشهایی از قانون مجازات اسلامی که منجر به آزادی شمار زیادی از زندانیان خواهد شد و نیز تأخیر در اجرای قانون آین دادرسی کیفری به عنوان موارد عمده نقض حقوق بشر یاد شده است که در حوزه امور قضایی کشور رخ می‌دهد در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به روند قانونگذاری در ایران نوشته شده است با تصویب قوانین گوناگون و بررسی طرحهایی از جمله طرح حمایت از آمران به معروف و ناحیان از منکر زمینه تشدید خشونت سازمانیافته و رسمی و محدود کردن آزادی های اجتماعی از سوی نهادهایی بعضا غیر مسئول و غیر قانونی مورد حمایت بخشهایی از حاکمیت فراهم می شود. بر اساس این بیانیه عدم تصویب کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان و همچنین عدم تصویب برنامه های پیشنهادی حمایتی به منظور مبارزه با خشونت علیه زنان و کودکان باعث گسترش نابرابری و تبعیض در میان زنان کشور شده است همچنین به گفته آنها با تصویب و اجرای برخی موادی از جمله قانون مجازات اسلامی از جمله مواد 220 286 و 291 مصوب سال 1392 قضات با اندک بهانه ای می توانند برای مخالفان سیاسی عقیدتی حکم اعدام صادر کنند در بیانیه فعالان سیاسی اجتماعی در بند اجرا نشدن بخشهایی از قانون اساسی به ویژه در فصل حقوق ملت به سبب تداوم نگاه امنیتی حاکم بر فضای سیاسی اجتماعی کشور تداوم حصر غیرقانونی رهبران جنبش سبز عدم توزیع مناسب و عادلانه ثروت و گسترش فقر ناامنی شغلی به ویژه در میان کارگران و کارمندان افزایش آمار ازدواج کودکان در ایران و مخالفت حکومت با قطنامه منع ازدواج کودکان افزایش خشونت و نبود ثبات در زمینه بهداشت و درمان به عنوان نمونههایی از معضلات اجتماعی مطرح شدند این پنج فعال سیاسی در ادامی این بیانیه نوشتند در چنین شرایطی است که ناباورانه با ادعای مسئولان زیرفت مبنی بر مناسب بودن وضعیت حقوق بشر در ایران و شفافیت در این زمینه مواجه میشویم و به همین ادعا باز هم شاهد مخالفت با حضور گزارشگر ویژه منتقب سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر برای چهارمین سال پیاپی پی هستیم. عبدالفتاح سلطانی، سعید مدنی، مهدی خدایی، کیوان صمیمی و سعید رضوی فقی در انتهای بیانیه خود ضمن ابراز نگرانی از تداوم نقض سازمانیافته حقوق بشر در ایران و آسیب جدی و جبران ناپذیر آن بر جامعه ایران از مسئولان دولت خواستند در جهت شفاف سازی همه جانبه وضعیت و نیز در جهت تعامل با جامعه جهانی و عمل به تعهدات بین به منظور بهبود وضعیت حقوق بشر اقدام موثر کنند. در همین حال روز دهم دسامبر دسامبر 19 آذر برای دو کشور سوئد و نروژ یکی از مهمترین روزهای سال است برندگان جوایز نوبل مدال طلای مزین به تمثال آلفرد نوبل دیپلم افتخار و سند دریافت مبلغ جایزه را در سوئد و نروژ دریافت می‌کنند اعلامیه جهانی حقوق بشر در روز دهم ده دسامبر 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید اعلامی ای که هدف آن حفظ حقوق انسان در عرصه های مختلف از بد و تولدش بود طبق ماده یک این اعلامیه تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند اعلامیه جهانی حقوق بشر برخلاف قطنامه های شورای امنیت از ارزش اجرایی برخوردار نیست. وبسایت خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا گزارش داد هیئت تحریریه فصلنامه چند زبانه هزار قلم از روز دوازده آذر ماه مصادف با سالگرد تصویب قانون اساسی قلم ها را بر زبین گذاشتند آنان دلیل این تصمیم را بی اعتنایی مسئولان ایران به اصل پانزده قانون اساسی جمهوری اسلامی اعلام کردند. بر اساس این اصل زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است فصلنامه چند زبانه هزار قلم توسط دانشگاه شهید مدنی تبریز چاپ و منتشر می شود و در زمینه گردآوری ادبیات مکتوب و شفایی اقوام و ملل مختلف ایرانی از کرد، بلوش، ترک، ترکمن و عرب فعالیت می کند. یک شهروند چینی به اتهام قصد فروش غیرقانونی تجهیزات دو منظوره به ایران در آمریکا بازداشت شد. به گزارش اسوشیتد پرس او که نامش سی های چنگ اعلام شده اوایل امسال در بریتانیا دستگیر شد و در بوستون به مقامات آمریکایی تحویل داده شد و این متهم است که قصد داشته صدها حسگر اندازگیری فشار به شرکت ایوز تکنیک در تهران بفروشد این تجهیزات به دلیل کاربرد دوگانه آن در فهرست آمریکایی کالا در فهرست آمریکا کالاهای تحریمی آمریکا قرار دارد محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه خبر داد دور بعدی مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک در سطح معاونین صورت میگیرد آقای ظریف اضافه کرد این ها ادامه پیدا می کند تا ما به نتیجه برسیم وی تصریح کرد ما همواره گفته ایم که در صورتی که اراده سیاسی وجود داشته باشد و زیاد طلبی نباشد آمادگی داریم راه حل منطقی عادلانه و معقول را بپذیریم عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران گفت که در مذاکرات ایران با پنج به علاوه یک در امان به خاتمه و دستیابی به توافق فکر می کردیم. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز تصریح کرد بر اساس یک توافق نانوشته ایران تا زمان ادامه مذاکرات اتمی با کشورهای گروه پنج به یک قصد راهندازی سانتریفیوش های جدید را ندارد. حسین ناقوی حسینی از نمایندگان مجلس ایران پس از جلسه اعضای کمیسیون امنیت ملی با عباس عراقچی از مذاکره کنندگان ارشد اتمی ایران از قول او گفته مذاکرات مسقط بد پیش رفته بود و در چنین شرایطی تیم مذاکره کننده به ختم مذاکرات فکر می کرد. آقای نقوی حسینی گفته اما تمدید مذاکرات هم بر اساس یک تصمیم معقول گرفته شد. آقای نقوی حسینی از عباس عراقچی نقل کرده است که طرف ایرانی معتقد بود در زمان کمتری از هفت ماه میتوان به توافق رسید و جمهوری اسلامی ایران در مسیر مذاکرات هسته‌ای در شرایط برتری قرار دارد و امروز صاحب یک قدرت در سطح منطقه است و همین برتری و قدرت پشتوانه مذاکرات با پنج به یک است. آقای نقوی حسینی گفته عباس عراقچی به سوالات نمایندگان پاسخ داد و در پاسخ به نگرانی های اعضای کمیسیون تاکید داشت در مذاکرات خط قرمز های کشور حفظ می شود و پروتکل الحاقی نیز منوط به پذیرش و تصویب مجلس است. اما سحیونیست ها و برخی کشورهای منطقه با کلیت هر نوع توافق مخالفند و حتی تلاش می کنند قرب را علیه ایران حتی در سطح نظامی تحریک کنند. مذاکرات در مسقط پیش از آخرین دور گفتگوهای وین انجام شد که طی آن ایران و گروه پنج به علاوه یک توافق کردند مهلت مذاکرات را به مدت هفت ماه تمدید کنند. در خبر دیگر رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت بر اساس یک توافق نانوشته و برای پیچیده نکردن روند مذاکرات ایران تا زمان ادامه مذاکرات اتمی با کشورهای گروه پنج به علاوه یک قصد راهاندازی سانتریفیوش های جدید و تزریق گاز را به سانتریفیوژ ندارد. آقای صالحی گفت در حال حاضر 20 هزار سانتریفیوژ در تأسیسات هسته ای ایران نصب شده که 9 هزار سانتریفیوژ کار نمی کند و تا زمانی که مذاکرات ادامه دارد قصد راهندازی 9 هزار سانتریفیوژ را نداریم. وی اضافه کرد تصمیم درباره تزریق نکردن گاز به نسل هشت سانتریفیوژهایمان هرچند نانوشته است اما تفاهمی است که برای مدت زمان مذاکرات صورت گرفته است و ما مقید به آن هستیم چرا که دنبال تحریک و پیچیده کردن روند مذاکرات نیستیم گفته های آقای صالحی در حالی است که خبرگزاری دولتی ایرنا روز 15 آذر به نقل از یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکره کننده اتمی ایران گزارش های منتشر شده از خودداری ایران از آزمایش سانتریفیوژهای های جدید را تکذیب کرده بود. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز 13 آذر خبر داده بود که اعضای دولت اوباما به تعدادی از نمایندگان کنگره گفتند که آمریکا امتیازهای مهمی از ایران گرفته که از جمله آنها تعهد جمهوری اسلامی برای بازرسی های بیشتر از تأسیسات ای و بی اثر کردن مقادیر بیشتری از منابع اورانیوم ایران است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در ادامه سخنانش همچنین گفت در مذاکرات اتمی ایران با کشورهای گروه پنج یک موضوعات قنیسازی، آبسنگین، تحریمها و فرد و مطرح است و طرفین در این زمینه ها به هم نزدیک شدند. وی اضافه کرد برخی از موضوعات بسته شده است و به برخی موضوعات دیگر نیز از نظر فنی و حقوقی کاملا نزدیک شده ایم. اما برای رسیدن به یک توافق اراده سیاسی لازم است. آقای صالحی تصریح کرد برداشت شخصی من این است که اوباما و کری علاقه من به حل موضوع هستند اما دیگران نمیخواهند این موضوع حل شود چرا که اگر مذاکرات به نتیجه برسد برای اوباما پیروزی بزرگی خواهد بود و او را در زمره رؤسای جمهوری مشهور آمریکا قرار خواهد داد. مذاکرات اتمی میان ایران و گروه پنج به علاوه یک تا نهم تیر ماه سال آینده خورشیدی تمدید شده است. قرار است طرف ها این مدت به یک توافق جامعه اتمی دست پیدا کنند که هدف از آن حل و فصل نهایی پرونده اتمی ایران و لغو کلیه تحریم ها علیه این کشور است. امیر قطر با اشاره به چارش های فراروی شورای همکاری خلیج فارس و اختلافات بین اعضای این شورا با قطر گفت به اتحاد میان اعضای این شورا چشم دوخته ایم و نباید به اختلافات ای سرگرم باشیم شیخ تمیم در سخنان خود بر مبارزه با تروریزم تأکید کرد و گفت که هیچ راهی جز مبارزه با تروریزم و افرادگرایی در پیش نداریم امیر قطر تأکید کرد که اوضاع در لیبی، یمن و عراق ایجاب می کند که برای عبور از شرایط کنونی با یکدیگر همکاری کنیم. وی از جامعه بین المللی خواست که بر سر اسرائیل برای تن دادن به مصوبات و منشورهای بین الملل فشار آورند. سی و نشست سران, شورای همکاری خلیج فارس در غیاب سران سه کشور عربستان، امارات و عمان روز گذشته در دوهه پایتخت قطر آغاز شد. آنگلا مرکر، صدر اعظم 60 ساله آلمان برای هشتمین بار به ریاست حزب اتحادیه دموکرات مسیحی برگزیده شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه مرکل که در انتخابات حزبی سال 2012 نزدیک به 98 درصد آرا را به خود اختصاص داده بود با کمتر از 97 درصد آرا حالا یک بار دیگر بر کرسی ریاست حزب اتحادیه دموکرات مسیحی تکیه میزند. خانم مرکل که 9 سال صدر آلمان است از 14 سال پیش تا کنون رئیس حزب اتحادیه دموکرات مسیحی است. حزبی که از هلموت کال صدر اعظم قبلی این کشور به او رسید و برای اولین بار در سال 2001 زن را در صدر یک حزب بزرگ سیاسی نشاند. سازمان جهانی خاروبار میگوید کارزار اینترنتیش در مورد جمعآوری پول برای ادامه کمک به آوارگان سوری موفق بوده و دادن کپن به آنها را از سر گرفته است سازمان جهانی خاروبار وابسته به سازمان ملل هفته گذشته اعلام کرده بود که نیاز به 64 میلیون دلار در ماه جاری دارد و به دلیل نداشتن پول مجبور است کپون مواد غذایی یک میلیون و 700 هزار پناهجوی سوری را در کشورهای همسایه باطل کند این سازمان سپس کمپینی راه انداخت و از همه مردم خواست تا با مراجعه به سایت سازمان ملل به شکل آنلاین کمک های خود را واریز کنند فهرست نهایی نامزدهای چهره سال مجله تایم اعلام شد بر اساس این گزارش احتمال دارد تیم کوک اه... ببخشید بر اساس این گزارش احتمال دارد تیم کوک مدیر عامل اپل یا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه یا معترضان فرگوسن چهره سال 2014 مجله تایم شوند امسال روحانی و خامنه‌ای نیز نامزد بودند چهره سال جاری امروز چهارشنبه همزمان با روز جهانی حقوق بشر معرفی خواهد شد مجله تایم فهرست نامزدهای کسب عنوان چهره برگزیده سال 2014 این مجله را اعلام کرد سنت دیرپای انتخاب چهره سال از سوی این مجله معروف از سال 1927 آغاز شد و هر سال ادامه دارد. نانسی گیپس سردبیر مجله تایم اسامی هشت نامزد نهایی را در برنامه تلویزیونی تودی اعلام کرد. در فهرست نهایی مجله تایم، تیم کوک، مدیرعامل اپل، یکی از گزینه‌های محتمل برای کسب عنوان چهره سال است. پیش از این در سال 2010 استیو جابز یکی از بنیانگذاران اصلی و مدیرعامل پیشین شرکت اپل نیز به عنوان چهره سال این مجله انتخاب شد. جک ما بنیانگذار علی بابا بزرگترین سایت خرید آنلاین در چین و جهان که در سال جاری افتتاح شد یکی دیگر از افرادی است که ممکن است چهره سال 2014 شود. علی بابا تنها در همین چند ماهی که از فعالیتش گذشته بیش از 248 میلیارد دلار معامله اینترنتی داشته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نام دیگر این فهرست است. پوتین به دلیل نقش پررنگی که در بحران اوکراین داشته ممکن است شهره سال مجله تایم شود. تیلر سویفت خواننده جوانی که پیش از این در سبک کانتری میخوان و در آلبوم های اخیرش بیشتر به سمت سبک پاپ رفته است، یکی دیگر از نامزد هاست. میلیون ها نسخه از آلبوم های او از جمله آلبوم اخیر او که چند ماه پیش به بازار آمد، در سراسر سر جهان به فروش رفته است و او یکی از موفق ترین خواننده های فعلی جهان محسوب می شود. انتخاب تیلور سویفت در فهرست نهایی نامزدها با انتقاد برخی از چهره های و کاربران این مجله مواجه شده است. نانسی گیبس در دفاع از این انتخاب به نقش موثر سویفت به عنوان یک چهره جوان پولساز و کارآفرین تاکید کرده است. مترزان آمریکایی در شهر فرگوسن یکی دیگر از نامزدهای کسب عنوان چهره سالند. بنا به رسم این مجله چهره سال می تواند یک گروه از مردم یا یک سازمان مشخص نیز باشد پیش از این نیز در سال 2011 معترض و از جمله معترضان جنبش سبز ایران میدان تحریر مصر و جنبش اشغال وال استریت به عنوان چهره سال این نشریه برگزیده شدند بنا به سنت نشریه تایم چهره سال را دبیران و سردبیران این نشریه بعد از جلسه های متوالی بحث و مشورت انتخاب می کنند. با این حال این نشریه چندین سال است که رأیگیری عمومی اینترنتی هم دارد و کاربران هم می توانند با رأی خود چهره برگزیده کاربران را انتخاب کنند. مهلت رأیگیری برای نامزدهای امسال به پایان رسیده و کاربران بیشتری رأی را به نارندرا مودی نخست وزیر فعلی هند دادند و او چهره برگزیده رأی دهندگان شد. 78 درصد رأی دهندگان به مودی رأی مثبت دادند. امسال علی خامنه رهبر و حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز در میان نامزدهای احتمالی بودند. تایم خامنه ای را به دلیل نقش کلیدی در مذاکرات اتمی و مبارزه علیه گروه تروریستی دولت اسلامی برای کسب عنوان چهره سال انتخاب کرد. حسن روحانی نیز به دلیل تلاش برای بهبود رابطه ای ایران و غرب برای کسب این عنوان نامزد شد و تنها رأی مثبت ده درصد رای دهندگان را کسب کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، ملاله یوسف زای یکی از برندگان جایزه صلح نوبل در سال جاری نیز از دیگر نامزدهای احتمالی بودند که به فهرست نهایی راه پیدا نکردند. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت فساد اخیر بانکی از سالهای 85 تا اوایل سال 91 رخ داده و در اواخر سال 92 کشف و پرونده آن در اختیار مراجع قضایی قرار داده شده است و ای گفت این اختلاس بسیار شبیه به فساد هزار میلیارد تومانی بوده است به گفته رئیس بانک مرکزی ایران مبلغ سوء استفاده شده در طول 4 پنج سال از یک مبلغ کوچک به این رقم تبدیل شده و این رقم در یک دوره زمانی 7 تا 10 روزه یا حد اکثر دو هفته ای به 70 میلیارد تومان رسیده است پیشتر علی طیب نیا از کشف یک فساد مالی تازه در شبکه بانکی کشور به ارزش دوازده هزار میلیارد تومان خبر داده و گفته بود متهمان این پرونده بازداشت شدند یک نماینده مجلس با انتقاد از دولت روحانی با بیان اینکه دیگر کمتر شاهد عبارت روحانی مچکریم هستیم گفت مردم باور کردند که اگر این دولت هشتاد سال دیگر هم سر کار بماند باز میخواهد همه مشکلات را گردن همان هشت سال پیشین بیندازد. محمد سلیمانی نماینده مجلس شورای اسلامی گفته رئیس دولت یازدهم بارها دولت خود را راستگو اعلام کرده است ولی مردم موارد زیادی را ضد این توصیف در عمل کرد دیدن. مواردی نظیر اعلام نرخ تورم اعلام غیر بودن اعلام پایان رکود توسط رئیس دولت که بارها این ادعاها توسط کارشناسان و متخصصین تکذیب شده است یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با انتقاد از افزایش قیمت نان به حسن روحانی هم توصیه کرد مراقب حرف زدن خود باشد حسین فدایی افسود اگر به فساد کرسنت و استات آیل رسیدگی شده بود پرونده های فساد انباشته نمیشد. آقای فدایی با انتقاد از اصلاح طلبان گفت کسانی که توسعه سیاسی را دنبال می کردن، برایشان مهم نبود به آدمی که فساد اخلاقی، فساد مالی و فساد اداری دارد مسئولیت دادن. فقط مهم این بود که از فکر آنها حمایت کند این شد که آرام آرام این جریان های فکری شکلی شکل شبکه ای به خود گرفتند مدیر کل محیط زیست استان تهران با بیان اینکه بالا بودن میزان نیترات در برخی آبهای زیرزمینی پایتخت قطعی است گفت تفکیک آب شرب از آب غیر شرب مانند تمام کشورهای دنیا برای افزایش سلامت آب ضروری است دکتر محمد هادی هیدرزاده گفته متولی بحث سلامت آب وزارت بهداشت است و زمانی که وزیر بهداشت اعلام می کند که آب شرب تهران آلوده نیست حتما دلایل کافی برای آن دارد وی با بیان اینکه محیط زیست متولی تعیین محیط زیست متولی تعیین قابل شرب بودن یا غیر قابل شرب بودن آب نیست تاکید کرد اما به هر حال آبهای زیرزمینی تهران به علت اینکه سیستم تصفیه فاضلاب و اکو در پایتخت کامل نیست حتما در برخی مناطق آلوده است حمید رسایی از لغو مجوز واردات سیگار مالبرو به شرکت زرین تجارت خبر داد آقای رسایی که از نمایندگان تندروی مجلس است با بیان اینکه بر اساس مستندات وزارت اطلاعات از سال 85 با فعالیت شرکت فیلیپ موریس به دلیل آنچه وی سهیونیستی بودن خواند مخالف بوده است افسود علا رقم مخالفت های سریع وزارت اطلاعات در طول دوره های گذشته از جمله دولت یازدهم و با توجه به نامه معاون وزیر امور خارجه در دولت فعلی این سوال مطرح می شود که به چه دلیل شرکت فیلیپ موریس از لیست شرکت ها خارج شده است رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در اظهار نظری تازه گفته زبان عثمانی را به مدارس ترکیه باز خواهد گرداند مخالفان سکولار او میگویند این اقدام اردوغان تلاش برای هرچه بیشتر اسلامی کردن ترکیه است بهنام امینی خبرنگار ما از ترکیه گزارش میدهد انقلاب حروف در ترکیه به جریانی معروف هستش که کمالات کمالاتا ترک فقید در سال 1928 میلادی و در خلال بنیانگذاری ترک نوین دستور داد نگارش لاتین جایگزین رسم الخط یا همان دبیره عربی فارسی بشه حالا ما آقای اروان رئیس جمهور ترکیه خواستار آموزش زبان عثمانی و رسم خط عربی در مدارس متوسطه ترکیه شده. او این هفته این موضوع رو در پنجمین نشست شورای دیانت ترکیه عنوان کرده. های اردوغان در دفاع از تصمیم جدید خودش گفته این زبان زبان ترکیه اصیل هست که هرگز کهنه نمیشه و ارتباطش با دنیای خارج قطع نمیشه او معتقده برای یادگیری واقعیات نیاز داریم که این شیوه نگارش رو بیاموزیم اما خب بسیاری از مخالفین آقای ارغان و حزب اسلام ترکیه یک بار دیگه در واکنش به تصمیمات آقای ارغان از نگرانی هاشون صحبت میکنند مخالفان همیشه در طی این سالها یک جمله کلیدی رو به زبان آوردن و آن اینکه که ارغان و حزبش تلاش داره میراث آتاتورک رو کمرنگ کنه و ترکیه رو به سمت و سوی اسلامیزه شدن پیش ببره مخالفان که اغلب از تیف های سکولار و ملیگراه هستن هستند و خودشون رو میراثدار کمال آتا فقید میدونن معتقدن بزرگترین میراث آتا یعنی جدای دین از نهاد دولت باید حفظ بشه یادمون هست در دوران نخست وزیر آقای عرقان و در پی لغو سوگند کمالیسم در مدارس ترکیه همینطور لغو ممنوعیت هجاب در مراکز دولتی ترکیه که توسط دولت او انجام گرفت تا چه اندازه سکولارها و به ویژه ها از خودشون حساسیت نشون دادن اونها این روزها میگن که ارغان در مسیر ایجاد یک نو عثمانی هستش شاید این گفته اونها بیشتر ناشی از میل ترکیه برای نفوذ در جهان اسلام و رهبری کشورهای اسلامی هست آقای ما در پاسخ به مخالفانش میگه که اونهایی که اسلام حراسی رو ترویج میکنن میخوان این موضوع رو, رو رواج بدن که دین با علم و عقل مغایر هستشه مخالفان همینطور در واکنش به آموزش خط عثمانی گفتن که این خط و زبان به چه دردی میخوره جز آنکه میشه باهاش سنگ نوشته قبل ها رو خوند رئیس جمهور ترکیه در پاسخ میگه که این بزرگترین جهالت و بدبختی ماست که ما حتی نمیتونیم سنگ نوشته اجدادمون رو بخونیم او گفته که اونها که از این بابت انتقاد میکنن نمیتونن در این سنگ لوحه ها تاریخ و تمدن این کشور نهفته هستش با این همه پیشنهاد جنجالی آقای ارغان این هفته رأی مثبت شورای ملی آموزش ترکیه رو به همراه داشت. اگرچه برای اجرایی شدن نیاز به تصویب وزارت آموزش هم داره این طرح اما از آنجایی که بخش عمده ساختار قدرت ترکیه در اختیار حزب عدالت و توسعه هستش بعید این پیشنهاد با مانعی جدی روبرو بشه اما با وجود گذشته 90 سال از تغییر دبیره عثمانی به دبیره لاتین و پالایش زبان ترکی از واژگان پارسی و عربی اما هنوز هم در ترکیه و در میان گفتگوهای روزمره مردم شاید کمتر جمله‌ای رو میشه یافت که در آن یک واژه پارسی یا عربی دیده نشه. به پایان خبرهای امروز رسیدیم با تشکر از همراهی شما خدا نگهدار. <متصفيق>